در حالی که رسانه های باند روحانی و شرکا خبر از حمایت قاطع اروپا از برجام و اروپا پشت برجام آمریکا در انزوا می دهند، سایر منابع حکومتی چشمنداز تیره تری از موقعیت نظام و آینده برجام می دهند. منابع آگاه گفتند رئیس جمهور آمریکا قصد دارد به زودی با اعلام عدم پایبندی به برجام کار تاییدان را به زمین کنگره بیاندازد که در این صورت سرنوشت برجام پیچیده تر خواهد شد. برخی محافل و رسانه های آمریکایی بر این باورند که ترامپ در واقع میخواهد با تحویل یک برجام زخمی به کنگره و حفظ ظاهر آن عملا تحریم ها علیه ایران را تشدید کند پایگاه اینترنتی شبکه CNN این این در گزارش خبری تحلیلی اعلام کرد وزیر امور خارجه آمریکا در حال رایزنی با اعضای کنگره است تا قوانین را طوری تغییر دهند که دیگر نیاز نباشد ترامپ هر سه ماه یک بار برجام را تایید کند رئیس جمهور آمریکا قرار است ضمن اعلام نظر خود درباره برجام آن را در قالب بازنگری در سیاست های کلی آمریکا در قبال ایران ارائه کند از این رو به گفته برخی مقامات آمریکایی رکس تلرسون وزیر خارجه و اعضای کنگره در تلاشند تمرکز فشار به ایران را از طریق موضوع هسته‌ای به موضوعات دیگر بکشانند معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم میگوید باید به جای لغو برجام نگرانی های خود را از راه دیگر برطرف کنیم وی البته افزوده که اتحادیه اروپا درباره فعالیت های دیگر ایران انتقاد دارد که جای بحث درباره آن برجام نیست در همین حال یک رسانه حکومتی دیگر نوشته است تلاش های تیلرسون و کورکر ممکن است با مخالفت اعضای کنگره از قبیل سناتور تام کاتن جمهوری خواه مواجه شود تام کاتن روز گذشته در شورای روابط خارجی آمریکا ضمن مخالفت با تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اعلام کرد این توافق تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی آمریکا به شمار می رود. او تاکید کرد ترامپ با تکیه بر تهدید خروج از توافق هسته‌ای همچنان باید بر اصلاح این توافق تاکید کند کاتن گفت جهانیان باید بدانند که ما جدی هستیم و می خواهیم از توافق خارج شویم و حاضریم بار دیگر تحریم های علیه ایران اعمال کنیم. و یک رسانه باند خامنه ای افزوده است اگر کنگره تصمیم بگیرد که توقف موقت تحریم ها علیه ایران ادامه پیدا کند مسیر جدیدی به روی آمریکا باز می شود و آن هم افزایش فشارها به ایران برای انجام مذاکره مجدد است. جانکری در آخرین مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشته است وزرای خارجه کشورهای اروپایی به او گفتند در صورت ماندن آمریکا در برجام با این کشور برای مقابله با آنچه سایر رفتارهای نادرست ایران خوانده شده همراهی خواهند کرد و کیهان خامنه ای افزوده است فرض کنید واشنگتن در تغییر مفاد برجام برای به دست آوردن امتیازات بیشتر و دائمی کردن محدودیت ها و وارد کردن موضوع موشکی و مسائل منطقی به برجام تکمیلی موفق نشود. حتی در این صورت نیز کاخ سفید از جنجال اخیر دست خالی بیرون نمی رود.